مدارس ما بیشترین حوزه های انتخابات در مدارس کشور هست، حدود 60%، و فرهنگیان به عنوان امنای ملت، به عنوان گروه های مرجع و مورد اعتماد ملت محل اخذ آرا هستند. مدارسی که شمارش آرا تا روز شنبه به اتمام نمیرسه با صلاح دید مناطق آموزش و پرورش میتونن فردا رو تعطیل بکنن، اما این تعطیلی عمومی نیست. بفهمید با توجه به الکترونیکی بودن احراز هویت رای دهندگان، روند برگزاری انتخابات در سراسر کشورمون چطور بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما با استفاده از سامانه جدید که بخشش البته دستگاه‌های احراز هویت هست، در واقع به راحتی داریم رصد می‌کنیم شرایط انتخابات رو. دستگاه‌ها تقریباً تو بسیار از استان‌ها بالای 99% عملکرد داشته، در اغلب این رو ما رسوندیم به 100. لذا الان دستگاه ها به درستی دارن کار رو انجام میدن. یکی از حسن بزرگ این دستگاه است که به مرکز مربوطه در واقع این امکان میده که ما مستمرن رصد بکنیم و بدانیم که همه شعبای ما آیا روی خط هستن، کدوم شعبه رو خط نیست. لذا این برای سلامت انتخابات یک ظرفیت خوبی رو ایجاد کرد که این دوره ازش ما داریم استفاده میکنیم. الان که من خدمت شما هستم، آخرین آماری که از این رصد میشه در اختیار داد، ما تقریبا از مرز در واقع دو رقمی در مشارکت عبور کردیم. لذا این نشون میده که مردم مشارکت خیلی خوبی دارن. ما امیدواریم که در واقع در ادامه در برسیم به اون در واقع حدی که تحت عنوان مشارکت مطلوب ازش اسم بردیم، انشالله برسیم. برای دریافت آخرین خبرها و همچنین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19، لطفاً هم اکنون عضو این کانال شدید و پس از عضو شدن سابسکرایب کردن لطفاً یادتون نره که حتما برای دکمه زنگ رو نیست کلیک کنید تا آخرین ویدیوها به دست شما برسه. روز و روزگار خوبی داشته باشید.